درود بر همه یاران، امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. با یک برنامه لایو دیگر در خدمتتون هستیم و در این شرایط حساس و اضطراری امیدوارم که صدا و تصویر رو هم به خوبی داشته باشید. من با اینترنت موبایل مجبورم که این روزها بیام در نبود اینترنت. روزهای بسیار حساس هست دوستان. همونطور که میدونید پیکر رضا شاه، پیکر مومیایی رضا شاه بزرگ در حرم شاه عبدالعظیم پیدا شده است و دیشب هم عرض کردم این یک مسئله ملی هست، یک مسئله بزرگ هست، مسئله است که الان تمام یاران داخل کشور و خارج کشور دارن راجبش صحبت میکنند و یاران داخل کشور نیز برای فردا یک فراخوان اعلام کردن و برای پس فردا در حرم شاه عبدالعظیم. و یک سوال مطرح است از مسئولین جمهوری اسلامی که رضا شاه بزرگ، پیکر رضا شاه بزرگ کجاست. من این فراخوان رو برای شما به نمایش میگذارم. امشب هم نمیتونم برنامه لایو طولانی بدم دوستان به علت کمبود اینترنت فعلا تا مسئله اینترنت حل بشه، ولی سریعا این دو فراخوان رو برای شما نمایش میگذارم. دوستان داخل کشور فراخوانی را دادن، فراخوان حضور مردم در حرم شاه عبدالعظیم برای مشخص شدن وضعیت مومیایی پیکر رضا شاه بزرگ. زمان چهارشنبه و پنجشنبه 5 و 6 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 4 بعد از ظهر. پس همه یاران داخل کشور مطلع باشید که در فردا چهارشنبه و پس فردا پنجشنبه این فراخوان صورت خواهد گرفت. و امروز هم نوشتم در فیسبوک به ایران سوگند که اگر من در ایران حضور داشتم میرفتم داخل این شاه عبدالعظیم و بست مینشستم تا تکلیف پیکر رضا شاه بزرگ مشخص شود. رضا شاه بزرگ نه متعلق به من هوادار پادشاهی، نه متعلق به ملیگرایان، نه حتی خاندان پهلوی، متعلق به همه ماست، متعلق به کسانی است که در آن آب و خاک زندگی می کنند، متعلق به تمام ایرانیان هست. رضا شاه هم فردی است به مانند آتاتورک. در همین ترکی مجسمه های آتاتورک رو می بینید، در میدان ها، در مدارس، در همه جا تصاویر آتاتورک رو می بینید، چون ترکیه رو ساخته. و ننگ بر ما اگه بنشینیم و ببینیم که پیکر رضا شاه بزرگ رو دارن برمیدارن، تخریب میکنن، خبری نشون نمیدن. این دیگر قابل گذشت نیست. من از همین تریبون اعلام میکنم از طرف خودم و سایر دوستان داخل کشور، اگر هر گونه حد که حرمت، بی احترامی و یا عدم شفافیت نسبت به پیکر رضا شاه بزرگ، نسبت به مومیایی رضا شاه بزرگ صورت بگیره، مسلم بدونید این دیگه خط قرمز ما هست. و وقتی که شما از خط قرمز عبور کردید، وقتی که به ساحت پدر ایران زمین که وجود این خاک، کشوری به اسم ایران وابسته به اوست، زیر پا گذاشته بشه، ما هم میدونیم که با آخوندزاده مرقدهای شماها و غیره چطور رفتار کنیم. الان خیلی دوستانه، خیلی مؤدبانه داریم این صحبت رو انجام میدیم، ولی اجازه ندید که این دشمنی انجام بشه. یاران داخل کشور دارن یک نامه رو امضا میکنن، همه هم امضا کرده بودن. درود به شرف همه افرادی که بدون ترس امضا کرده بودند. درود به شرف همه
یاران داخل کشور که اسم، فامیل، پیشه همش رو نوشته بودن، دارن امضا جمع میکنن رئیس سازمان میراث فرهنگی بیاد و پاسخ بده، بیاد و پاسخ بده که این مسئله به چه صورت هست، کجا رفته، مومیایی رضا شاه بزرگ کجا رفته. سایر دوستان هم اگه خواستن امضا کنن میتونن برن و در داخل یک گروه تلگرامی هست که در داخل کشور داره امضاها جمع میشه. الان امضاها بذارید ببینم لیست تا کنون 325 نفر از هممیهنان در داخل کشور با اسم، فامیل، عنوان همه امضا کردن. خود من هم امضا کردم این موضوع رو. همچنین در هم اکنون که من با شما صحبت میکنم در توییتر طوفان توییتی هست با هشتگ رضا شاه روحت شاد. من این هشتگ رو دوستان اینجا برای شما مینویسم، این هشتگ رو برای شما مینویسم و هشتگ جاوید شاه و رضا شاه، این هشتگ ها رو دوستان به کار ببرید، اجازه بدید که در این شبکه های اجتماعی نام رضا شاه بزرگ ترند بشه، ترند میلیونی در توییتر و غیره. من این هشتگ ها رو براتون در داخل فیسبوک میگذارم و بعد هم در داخل یوتیوب با این هشتگ ها برید و شروع کنید توییت زدن، فیسبوک بنویسید و در داخل یوتیوب هم به همین ترتیب. این موضوع موضوعی است ملی دوستان، باز هم تاکید میکنم موضوع موضوع ملی هست، موضوع من نوعی نیست. دیدم بسیاری از عزیزان از طیف های مختلف دیگر، جمهوری خواهان ملی، حتی افرادی که حقوق بشری بودند، حتی افرادی که هیچ علاقه‌ای به سیاست نداشتند، همه نسبت به این موضوع دارن واکنش نشون میدن. و اینجاست که ما میتونیم نشون بدیم که یا ایرانی هستیم، پشت ایران پدر ایستادیم، پشت رضا شاه بزرگمون ایستادیم، یا اینکه اسم خودمون رو عوض کنیم، دیگه نگیم ایرانی هستیم. این مسئله، مسئله خط قرمزی هست، مسئله ایست که همه ما با هر اندیشه سیاسی و هر باور مذهبی کنار هم بایستیم. یکی از دوستان صبح پیام داده بود، از دوستان مذهبی هست، گفت من دو روز پیش رفته بودم شاه عبدالعظیم زیارت و دیدم همونجا یگان ویژه گارد و یگان ویژه ریختن و بستن و پیدا بود که یک چیزی رو پیدا کرده. فرقی نداره با هر مذهبی، هر عقیده‌ای، هر باور سیاسی، این یک مسئله ملی هست و باید بایستیم. خود من میگم یه جاهایی هست دوستان، بذارید رو کراس بگم بهتون، یه جایی هست آدم دیگه نباید بترسه. بله همه ما زندگی داریم، خونه داریم، خیلی دلبستگی ها داریم، ولی یه جاهایی هم هست دیگه باید اینها رو بذاریم کنار، نباید ترسید. مثل همون دوستانی که الان دارن امضا جمع میکنن در داخل کشور، نباید ترسید. همین تو مسائل ملی نباید ترسید. من بودم میرفتم اونجا و مینشستم میگفتم رضا شاه کجاست. این چنین نیست که شما همینطور با پیکر مردی که ایران رو ساخته بخواید بازی کنید، باید پاسخگو باشید. و یاران داخل کشور هم همین تصمیم رو گرفتن، اینطور که به من دارن اطلاع میدن و فردا و پس فردا قرار هست این اتفاق بیفته. شاهزاده رضا پهلوی هم امروز بیانیه دادن، یک خط بطلان کشیدن به صحبت‌های افرادی که میگفتن حالا اون زمان شاه فقید وقتی که خواستن از ایران خارج بشن پیکر رضا شاه بزرگ رو هم خارج کردن. من این بیانیه رو هم برای شما میخونم دوستان، یک لحظه اگه اجازه بدید. شاهزاده فرمودن که پیام شاهزاده رضا پهلوی در ارتباط با پیکر پیدا شده در محل آرامگاه تخریب شده رضا شاه. هم میهنان عزیزم، در ارتباط با پیکر پیدا شده در محل آرامگاه تخریب شده رضا شاه در شهر ری نکات زیر را به اطلاع شما می رسانم. 1. از همان نخستین ساعت انتشار خبر
پیگیری های من و خانواده‌ام برای بررسی صحت و سقم ماجرا آغاز شد. اینک پس از بررسی تمام شواهد و جوانب، ما به این نتیجه رسیده ایم که پیکر پیدا شده به احتمال بسیار قوی به رضا شاه تعلق دارد. دو، ما تأکید می‌کنیم که پیکر رضا شاه هرگز توسط پدر فقیدم و خانواده پهلوی از آرامگاهش در شهر ری خارج نشد و برخی شایعات منتشر شده در این خصوص هیچ پایه و اساسی ندارد. 3. ما از حکومت کنونی و مقامات مسئول می خواهیم تا برای روشن شدن اذهان عمومی و رفع هر گونه ابهام، امکان دسترسی به پیکر را به پزشکان و کارشناسان علمی مورد اعتماد و تایید خانواده بدهند. 4. پیکر رضا شاه در نهایت باید دوباره در ایران و مطابق خواسته های خانواده ما و مردم ایران آنگونه که شایسته و سزاوار اوست به خاک سپرده شود. آرامگاه رضا شاه اگر نه به عنوان پدر ایران نوین یا یک پادشاه، بلکه تنها به عنوان یک سرباز و خدمتگزار ملت و میهن باید نشان داشته باشد و برای همگان شناخته شده باشد. 5. این موضوع نه فقط یک مسئله شخصی یا خانوادگی، بلکه یک موضوع با ابعاد ملی است. دوستان دقت کنید اینجا رو، با ابعاد ملی و تاریخی است. رضا شاه به همه مردم ایران و دوستدارانش تعلق دارد، از این رو از همه مردم ایران به عنوان نگاهبانان حقیقی میراث او تقاضا دارم تا از طریق شبکه‌های اجتماعی و نیز تجمعات مسالمت‌آمیز سراسری یاد و نشانش را گرامی بدارند و به ما در پاسخگو کردن حکومت و به سرانجام رساندن مناسب و شفاف ماجرا کمک کنند. پاینده ایران، شاهزاده رضا پهلوی. یه خوردم فونتش ریز بود، من مجبور شدم که یه خورده بیام جلو و صدام بلند شده بود توی بلندگو. دوستان، شاهزاده هم علناً از همه ما، همه کسانی که ادعای هواداری پادشاهی، همه کسانی که ادعای ملی‌گرایی، همه کسانی که ادعای ایرانی بودن دارند، خواستند که بایستیم، بر سر این موضوع بایستیم و جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه. شوخی هم نداریم تو این قضیه. جمهوری اسلامی رو ما باید وادار کنیم به پاسخگو بودن در این قضیه. حرف دیگه من ندارم. یاران در داخل دارن تراششون رو میکنند، دوستان در خارج و تمام شبکه‌ها و تلویزیون‌ها و تمام افرادی که حتی با هم مشکل داشت، همه در این مسئله باید یک پارچه بشیم. اجازه سوء استفاده یا حد که حرمت یا هر گونه اقدامی به عوامل جمهوری اسلامی داده نخواهد شد و هر موضوعی، هر حد که حرمتی، هر تعدی به پیکر رضا شاه بزرگ با پاسخ کوبنده ملت ایران همراه خواهد بود. این رو من در امروز دارم به شما میگم، راه هم براتون روشن، روز شفاف دارم با جمهوری اسلامی صحبت میکنم. هر گونه حد که حرمتی با پاسخ ملت ایران روبرو خواهد بود. همون ملتی که گفتن رضا شاه روحت شد، همون ملتی که گفتن رضا شاه معذرت. میتونید خیلی قشنگ این قضیه رو حل کنید، خیلی آبرومندانه. دعوای ما و جمهوری اسلامی سر جاش این مسئله رو میشه حل کرد. میتونید هم پشت گوش بندازید و با ملت ایران طرف خواهید بود در قضیه. در قضایای ملی ایرانیان یک پارچه و یک سو هستند. بارها گفتم که ملی گرایی و ناسیونالیسم ایرانی تنها محوری است که همه ما رو به دورش جمع میکنه تا ایران رو نجات بدیم. امروز از بلوچستان گرفته تا شیراز و کرمان و شمال ایران برای من تلفن‌های متعددی شد، از شرق ایران، از غرب ایران.
پیام های متعددی رسید. بسیاری از یاران آماده هستند که بلندشن برن تهران برای این موضوع. به هر روی فراخان رو من مجدداً دوستان اعلام میکنم و برنامه رو خاتمه میدم، چون میخوام برنامه رو برای یاران داخل کشور هم بذارم. فراخان فردا دوستان، فراخان حضور مردم در حرم شاه عبدالعظیم برای مشخص شدن وضعیت مومیایی پیکر رضا شاه بزرگ، چهارشنبه و پنجشنبه 5 و 6 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 4 بعد از ظهر. دوستان عزیز، این برنامه رو اشتراک گذاری کنید، در یوتیوب هم که میره به اشتراک بگذارید، به دوستان خود برسونید تا فردا و پس فردا ما فرصت داریم که این فراخان رو انجام بدیم، امضاها رو انجام میدیم و به دست رئیس سازمان میراث فرهنگی فعلی جمهوری اسلامی خواهیم داد. برخورد با خودشون هست، یاران داخل کشور دارن این کار رو انجام میدن و خیلی سریع ما باید بقیه مسائل رو بذارید کنار. دوستان، بقیه مسائلی که من دیروز یه خورده شک داشتم سر این قضیه، ولی شکم امروز کنار گذاشته شد. بقیه مسائل فعلا برای ما وجود نداره. مسئله ملی در اولویت هست و مسئله ملی اکنون ما پیکر رضا شاه بزرگ هست که باید در نهایت احترام به خاک سپرده بشه، همونطور که شاهزاده رضا پهلوی فرمودند باید آرامگاهی داشته باشن و از ایشون به عنوان یک سرباز و یک خدمتگزار مردم ایران تقدیر بشه. به همه شما شب بخیر میگم دوستان، همه عزیزانی که در برنامه هستید، تعداد بسیار زیادی هستید، بالغ بر 100 نفر، بیشتر از 100 نفر، ولی که من اینترنتم الان مشکل داره، یعنی اینترنت موبایل دستیم هست و تموم میشه این اینترنت، مجبور هستم که برنامه رو اینجا خاتمه بدم. وعده دیدار ما فردا در حرم شاه عبدالعظیم و همچنین تا فردا در توییتر با هشتگ رضا شاه روحت شاد، جاوید شاه و رضا شاه این رو اشتراک گذاری انجام بدید. بدرود، شب همه دوستان بخیر.